در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مسجد یکی از مراکز فرهنگ سازی و مراکز رسانه جامعه است برای حسان ابن ثابت یک منبری در مسجد یک جایگاهی زده میشه که میاد اونجا شعرش رو میگه شعر و شاعری در مسجد کی شعر. افرادی در مسجد در جامعه هستند که توانمندی خاص دارن حسان از این جمله اون افراد هست حسان رو شما در میدانهای جنگ نمیبینید حسان رو در پهلوانی و در حکمت و در سیاست و در اینا نمی بینید حسان رو در چی می بینید؟ در کار رسانه ای حسان رو به عنوان یک شاعر می بینید و اون جاز که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به همین حسان میگه که ای حسان اوه جهم با جبریل و معک حسان بزن با زبانت بزن دشمن رو نفلش بکن جبریل آسمان با توست تعییدیه آسمانی با تو دارد جبریلی که برایش پیامبران میاد میاد برای کمک به تو و بهش میگه که حسان این شعر تو و خدا سوگند بر دشمن از باران تیر در شب تار هم خطرناکتره و اونها رو بیشتر اذیت میکنه پس رسانه این نقش رو داره کجاست نقش مسجد ما در رسانه چرا در هر مسجد ما یک رادیویی نباشه برای پوشش حداقل همون منطقه خودمون چرا یک تلویزیون در اونجا نباشه چرا هر مسجد ما چند مرکز سوشل میدیا رو اداره نکنه و به جمعهش خدمت نکنه این جزء غایبی هست که از وظایف مسجد هست که ما متاسفانه چون که سیرت رو به صورت زنده نخوندیم این رو درک نمی کنیم. چرا در هر مسجد ما یک زیرزمینی نباشه کارخانه باشه یک مرکز حرفه فن باشه یک مرکزی باشه که به بی کار یاد بده به افراد بیکار جامعه ی... کار یاد بده چرا در مسجد ما یک بوشه ای نباشه برای ترک اعتیاد و بحرانهایی که تو جامعه هست چرا در مسجد ما یک مرکزی ای نباشه یک سالونی نباشه تا ها و دخترها و پسرها رو بیاریم، بیاریم اونجا شیوه درست زندگی زناشویی رو بهشون یاد بدیم و نیازهایی که یاد دارند از این بیسوادی زندگی مشترک جامعه رو رها بدیم، نجات بدیم که باعث بشه که این آمار بالای طلاق و بیبندواری در جامعه و در مسئولیت و لاعبالیگری در مسئولین خانواده ها این ازش رهایی پیدا بکنیم پس ما نیاز داریم که مسجد رو به این صورت زنده کنیم پیامبر اکرم صلی الله در داخل مسجد پیامبر یهودیان می اومدن مسیحیان می اومدن مسیحیان وقت نشان اومدن و در مسجد پیامبر در بعضی روایات 60 روز موندن یعنی 60 روز تو مسجد میخوابیدن خوابیدن روز تو مسجد همون عبادت های خودشون رو انجام میدادن با پیامبر مناقشه میکردن بر قضیه اسلام تا بفهمن که اسلام بیارن یا نه چرا مرسید ما مرکز اسلامی نباشه تا هر غیر بتونه به اونجا سری بزنه و با اسلام به آشنا بشه و مسجد ما فضایی داشته باشه برای تعلیف و نوشتن و ساختن برنامه های تصویری، صوتی نمیدن خدمات این برای غیر مسلمان ها مگه من رو وظیفه نداریم که این جامعه بشری رو بهش خدمت بکنیم و مسجد های وظیفهش همین نیست ها پس وقتی که ما سیرت رو به صورت درست نخونیم اون وقت این مسائل رو نمیفهمیم باید ما طوری سیرت رو بخونیم تا دماغمون مخمون طوری برنامه ریزی بشه که سیرت تاریخ نیست سیرت حرکت وحی حرکت قرآن بر، در زمین هست و اینجا که میشه اون وقت میفهمیم که سیرت یعنی چی چون ما همیشه تا الان یک مشکل یه بحرانی که ما داریم این هست که شما بیرید به کتابخانه من یک بح بحث رو در مورد سیرت در کتابخانه فارسی برای یک کنفرانسی نوشتم واقعا وحشت کردم وقتی دیدم که ما چقدر در کتابخانه سیرت فقیر هستیم ما اصلا پیامبر رو که جز مش... تشریع و قانونگذاری نظام قانونگذاری اسلام مبنی هست بر قرآن کریم و بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. قرآن خیلی از موارد رو به صورت اجمالی ذکر کرده سنت پیامبر و پیامبر هست که اونها رو تفصیلا برای ما بیان کرده پیامبر رو میبینیم که حذف شده در مقابل ما میدونیم سالی داریم آقا سال امام حسین سال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و در اون سال صدها کتاب نوشته میشه شما برید در مورد امامان و در مورد افراد و اشخاص چقدر کتاب ما در کتابخانه فارسی مون داریم و چقدر کتاب در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و داریم بهترین کاری که در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و به فارسی و بهترین خدمتی که کرد چه بود شبکه های اسلامی خودمون همین شبکه های اسلامی بودن که سیرت رو با برنامه های مختلف در جامعه ما زندگی کردن و کتابخانه قلم یا کتابخانه عقیده در اینترنت که می‌بینیم که بسیاری از کتاب‌های سیرت رو که به فارسی ترجمه شده خودشون کردن یا دیگران کرده بودند در اینجا در دسترس مردم قرار دادن و برخی از نویسندگان و مترجمان عزیزمون در داخل کشور و به خصوص عزیزانمون در زاهدان و در برخی از دور نشر در کردستان و خراسان که بسیاری از کتاب های سیرت رو زنده کردند یا ترجمه کردند حالا میگم بسیاری اون هم بسیاری نیست انگوش شمار هست خب چقدر کتابخانه ما فقیر هست در سیرت این نیاز هست که یک وارسی بکنیم تا بفهمیم در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و هم رو میبینیم در همین کتابخانه و در شبکه‌های اسلامی این زنده شده تا حدودی برخی از کتاب های سنت اما سنت با سیرت فرق میکنه